مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقع سرک 11 وزیر اکبر خان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شماره های تماس 0780-388-775 و یا 0797-71-71-70. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. سلام، شب شما بخیر. با 30 دقیقه خبر از یک خوش آمدید. سرخط خبرها. آخرین گام ها برای برگزاری انتخابات. روند انتقال مواد حساس انتخاباتی از مرکز ولایت ها به ولسوالی ها آغاز شد. هشدار کمیسیون به نامزدان: اگر پیکارها رنگ و بوی قومی به خود بگیرد، اعتماد کمیسیون از نامزدان گرفته می شود. و افشاگری تازه ویکیلیکس: تماس های تلفنی در افغانستان از سوی CIA ثبت و شنود می شود. من جمال ناصر فرهمند هستم. تا نیم ساعت دیگر با این مجموعه خبر. مشروع خبرها: کمیسیون مستقل انتخابات هشدار می‌دهد در صورتی که پیکارهای انتخاباتی هر یک از دو نامزد ریاست جمهوری رنگ و بوی قومی را به خود بگیرد، این کمیسیون اعتمادش را از آنها واپس می‌گیرد. از سوی دیگر، شهروندان کابل برای اینکه بتوانند درست انتخاب کنند تاکید می‌ورزند که هر دو نامزد در میان مردم بیایند و برنامه‌هایشان را به گونه کامل توضیح دهند. زکریا حسنی گزارش می‌دهد. حال و هوای سومین روز از پیکارهای انتخاباتی اینجا در کابل خیلی کمرنگ به نظر می رسد، برخلاف روز نخست پیکارهای انتخاباتی که داغ و با هیجان آغاز شد. البته بخشی که واکنش های زیادی بپا کرد متلک‌گویی های دو نامزد بر یکدیگر در نخستین روز از پیکارهای انتخاباتی بود. حالا کمیسیون مستقل انتخابات برای اینکه فضای پیکارهای انتخاباتی تنش‌آلود نگردد به هر دو نامزد هشدار می دهد که خطوط قرمز را عبور نکنند. ستادهای کاندیدای این موضوعات را در نظر بگیره، بخصوص قوانین لوایح طرزالعمل‌های کمیسیون مستقل انتخابات. اگر این موضوعات رعایت نکرد، کمیسیون مستقل انتخابات جدی اقدام خود کرد و اقدام کمیسیون مستقل انتخاباتی خود باشه که از هشدار گرفته تا جریمه و بالاخره امکانی هم شبکه امو اعتمادی که از طرف کمیسیون بالای کاندیدا شده از پیشش گرفته شده. گرچه شهروندان کشور نیز این گونه انتقادهایی از هر دو نامزد داشتند، اما حالا برای درست انتخاب کردن از آتششان برای بیشتر دانستن در مورد برنامه‌های هر دو نامزد میگویند. په متفاوت ډول خلک ضرورت لري چې د یو ځلې په دقیقه توګه د دې د خپل اقتصادي، اجتماعي، کلتوري مشخصې د پالیسیانو خلکو توازی بیان کړي. ای بار اینا باید به تمام ولایت‌های افغانستان رفته و از نزدیک برنامه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و برنامه های در زمینه های دیگر و توسعه دارند ایره به مردم افغانستان در میان بگذارند. این در حالی است که امروز دکتر عبدالله عبدالله برای جذب رأی بیشتر در این دور به پکتیا سفر کرده است. اما برنامه کارزارهای انتخاباتی اشرف غنی احمدزی چگونه است؟ برای تشریح و توضیح منشور انتخاباتی ما با مردم افغانستان وسیعاً فعالیت تبلیغاتی داشته باشیم و همچنان فعالیت های رفتن خانه به خانه و همچنان رفتن به ولسوالی ها توسط مبلغین ما و همچنان توسط مسئولین کمپاین به ولایت افغانستان و به ولسوالی ها. وقت کم است و این دور از پیکارهای انتخاباتی حساس. باید دید که از این فرصت باقی مانده اندک کدام یک از دو نامزد بهره بهتری میبرد. در همین حال، تأمین امنیت سرتاسری در صدر برنامه‌های دکتر عبدالله عبدالله قرار دارد. آقای عبدالله تأکید می‌کند در صورت پیروزی حکومت به رهبری او، به تمام مردم افغانستان در سرتاسر کشور بدون هر گونه تبعیض خدمت خواهد کرد. دکتر عبدالله که امروز به ولایت پکتیا رفته بود، ساخت بند برق مچلغو و ارتقای پکتیا به ولایت درجه اول را به مردم این ولایت وعده داد.
بشیر احمد قاسانی با جزئیات بیشتر. پکتیا در سومین روز از پیکارهای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از دکتر عبدالله عبدالله پذیرایی کرد. این نخستین سفر ولایتی دکتر عبدالله در دور دوم پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری است. آقای عبدالله در پکتیا ارائه خدمات دولتی را به تمام مردم افغانستان بدون هر گونه تبعیض وعده داد. از این میان ساخت بند برق در پکتیا، ارتقای پکتیا به ولایت درجه اول، تامین امنیت و صلح از وعده های دکتر عبدالله به باشنده های پکتیا بود. برای بعض اون جوتا سوی او انشاءالله اگه موقع اگه وقت چه فرصت دی خدمت پیدا شو انشاءالله طول افغانستان تا خدمت کهو بیل تبعیض نه خدمت کهو افغانانو ده پارا بیل کن فرق نه خدمت کهو مش با واحد افغانستان معتقد او باورمندیو. انتخابات پس از آن به دور دوم رفت که چک از نامزدان ریاست جمهوری بیش از 50% آرا را از آن خود نکردند، اما رهبران تیم اصلاحات و همگرایی از مکنون ادعا دارند که در دور دوم انتخابات نیز بیشترین آرا را به دست خواهند آورد. په تیر دور کې ستاسی مؤمن ملت په پشتیبانی باندې اول را وتلی وو، په لیست کې اول ده، په تیر دور کې اول را وتلی وو، ان شاء الله په دوهم پړاو کې به اول وی. توسعه کشاورزی موضوعی است که بارها نامزدان ریاست جمهوری از آن سخن زدند. در کنار آن انکشاف متوازن تمام مناطق موضوع دیگری است که تیم اصلاحات و همگرایی از آن سخن میزند. مسئله انکشاف متوازن و پیشرفت در تمامی مناطق بستگی دارد به برنامه های منظم و خوبی که بتوانیم تمامی توانهایی را که در کشور ما هست به کار اندازیم و بتوانیم همه استعدادهایی که در داخل کشور ما هست اینها را در خدمت پیشرفت جامعه افغانی قرار بدهیم. پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در دور دوم گرمی بیشتر به خود میگیرد. دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری به شدت تلاش دارند تا آداران بیشتری را به خود جلب کنند. بشیر احمد قاسانی، تلویزیون یک، ولایت پکتیا. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید امروز انتقال مواد حساس انتخاباتی از مرکز ولایت ها به ولسوالی ها آغاز شده است. این نهاد تاکید می کند که این کار بر بنیاد برنامه از پیش تعیین شده به پیش می رود. مقام ها در کمیسیون مستقل انتخابات همچنان از آغاز برنامه های آگاهی دهی دور دوم انتخابات سخن می زنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نظرالدین مصلح. مواد حساس انتخاباتی به روز پنجشنبه به 34 ولایت کشور انتقال شده است. و کنون امروز انتقال این مواد به ولسوالی ها و به همین ترتیب به ساحات دوردست کشور آغاز شده است و این مواد تا کنون بدون هیچ مشکل امنیتی به ساحات دوردست در حال انتقال است. کوشش میکنیم که قبل از روز برگزاری انتخابات مواد اساس خود را به ولسوالی های مختلف، دهات مختلف و مراکز و محلات مختلف باید بفرستیم. اما آیا به راستی انتقال مواد حساس به ولسوالی ها در ولایت های دوردست هم آغاز شده است؟ مواد اساس انتخاباتی در مرکز ولایت رسیده، مطابق پلان برنامه‌ای که داریم ما اون را به ولسوالی‌ها انتقال می‌کنیم و برای انتقال و رساندن ندیم که مشکل امنیتی خاصی که تهدید بکنه این پروگرام وجود نداره. مطابق پلانی که داریم روان می‌کنیم. فعلا بود است که ما انتقال می‌کنیم مواد رو. برنامه های آگاهی دهی در انتخابات با بکارگیری از رسانه ها، عالمان دین و جامعه مدنی بخش دیگر کار کمیسیون مستقل انتخابات پنداشته می شود. چنان که 1450 مبلغ برای آگاهی دهی در دوم انتخابات نیز استخدام شده اند. کمیسیون مستقل انتخابات از هر وسیله استفاده می کند که به شکل وسیع مردم از اهمیت دور دوم برگزاری انتخابات با خبر شوند. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایت های انتخاباتی می خواهد که هر چیز زودتر به شکایت های شورای ولایتی رسیدگی کند تا فهرست نهایی را به تاریخ 17 جوزا اعلام کند. ما امیدوار هستیم که هر چیز زودتر کمیسیون شکایت انتخاباتی موضوعات اعتراضات به شکایت های کاندیدا روی دست بگیرد تا بتانیم نتیجه نهایی انتخابات شورای ولایتی را به تاریخ 17 جوزا رسمان کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کنه. این همه در حال است که پس از اعلام نتایج ابتدایی شورای ولایتی برخی از نامزدان شورای ولایتی که نامشان به فهرست برندگان نیست دست به اعتراضات زده اند.
اگر در برگزاری انتخابات مشکلی پیش آید، مسئولیت آن بر دوش کمیسیون‌های انتخاباتی خواهد بود. مجلس نمایندگان از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد که به گونه درست روند انتخابات را مدیریت کرده و نگذارند مشکلات انتخابات گذشته بار دیگر تکرار شود. در همین حال برخی از اعضای مجلس هشدار می‌دهند که شبکه استخباراتی پاکستان در تلاش برهم زدن دور دوم انتخابات است. سلیمان مستمند از جریان نشست امروزی پارلمان این گزارش را تهیه کرده. با نزدیک شدن زمان برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد از کارنامه های کمیسیون های انتخاباتی و نگرانی از چگونگی برگزاری این روند بیشتر از هر زمان دیگر جدی تر مطرح می شود. در این میان بسیاری از اعضای مجلس نمایندگان بر بی‌طرفی حکومت در این دور انتخابات تاکید دارند و از کمیسیون های انتخاباتی می خواهند تا اشتباهاتی که در دور نخست وجود داشت در این دور تکرار نشود. یک نوآوری، یک اصلاحات درست در تشکیل و در تنظیم در روند انتخابات، بر برگزاری انتخابات تدابیر لازم ازم حالی باید داشته باشه. هر گونه پیامد نامطلوب خدای ناخواسته و ناخواسته در دور دوم خدای ناخواسته پیش میایه، مسئولیتش به عنوان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی به عهده هر دو کمیسیون هست. به نظر می رسد که در این روزها خشونت ها و تهدید های امنیتی هم در گوشه های از کشور بیشتر شدند. از سوی هم برخی از اعضای این مجلس از افزایش تهدید های امنیتی در کشور نگران هستند و باور دارند که گروه های مخالف به حمایت شبکه استخباراتی پاکستان در تلاش مختل ساختن روند انتخابات هستند. با آغاز دور دوم انتخابات امنیت به حد خراب شده که در سر تا سر افغانستان این نگران کننده برای تمام مردم مظلوم افغانستان و به خصوص برای کاندیدا باشه. گروه های تخریب کار مستقلانه وابستگی خود با ایسای ایجاد کردند و در نقاط مختلف افغانستان در روزهای انتخابات دست به تخریبات میزنند. چنانچه نمونهش در قندوز یکی از همکارای ما یادآوری کردند. در وردک هم گروپ هایی هستند که با همکاری بیگانه ها هم راه را بند می کنند و هم انتخابات اخلال می کنند. با این حال قرار است هفته آینده مقام های ارشد نهادهای امنیتی در مجلس استجوابیه در اینجا حضور یابند تا درباره چگونگی برگزاری انتخابات و نگرانی ها از افزایش تهدیدهای امنیتی در کشور به پرسش های نمایندگان پاسخ دهند. سازمان ملل متحد حمله دیروز بر کنسولگری هند در هرات را نکوهش می کند. شورای امنیت سازمان ملل گفته است که باید عاملان، حامیان و تمویل کننده های این حمله ها به دادگاه کشانیده شوند. امریکا هم گفته است که چنین حمله ها نمی تواند جلو پیشرفت افغانستان را بگیرد. دولت افغانستان خواستار فشارهای بیشتر جهانی بر پاکستان است تا جلو ورود هراس افغانان به خاک افغانستان گرفته شود. اما اسلام آباد این حمله را قابل توجیه نمی داند. سجاد محمدی با جزئیات این خبر. واکنش های جهانی به حمله مسلحانه دیروز بر کنسولگری هند در هرات. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل تاکید کرده حمله بر غیر نظامیان از جمله جرم های جنگی است. همزمان شورای امنیت سازمان ملل هم در خبرنامه این حمله را نکوهش کرده و خواستار به دادگاه کشاندن عاملان و حامیان این حمله شده است. حمله هایی که از سوی طالبان، شبکه القاعده و دیگر گروه های هراس افغان در برابر غیرنظامیان و نهادهای غیرنظامی صورت می گیرد یک موضوع نگران کننده است. عاملان، حامیان و تمویل کننده های چنین حمله ها باید به دادگاه کشانیده شوند. انگشت های اتهام پس از چنین حمله ها آن هم بر نهادهای دیپلماتیک رقیب دیرینه پاکستان هند بر همین همسایه شرقی افغانستان گرفته می شود. از همین رو دولت افغانستان تنها نکوهش از سوی سازمان ملل را بسندن ندانسته و خواهان اقدام های جدیتر این نهاد جهانی بر این کشور است. هرچند اسلام آباد هم تاکید کرده حمله دیروز بر کنسولگری هند در هرات هیچ توجیه ندارد. فشارهای لازم برای حکومت پاکستان وارد شود تا اونا به گونه صادقانه با تروریسم مبارزه بکنند و نگذارند کسای یا حلقاتی که در اونجا هست این فرصت داشته باشن که حمله ها را سازماندهی بکنه، حملات تروریستی را سازماندهی بکنه و مراکز دیپلماتیک کشور دیگر را در اینجا هدف قرار بدن.
بارها گفته شده اسلام آباد از رابطه نزدیک و راهبردی کابل و دهلی نو خوشنود نیست. آنچه به باور برخی اعضای مجلس نمایندگان، پاکستان از طریق چنین حمله ها در تلاش تخریب این رابطه است. ای محکوم کردنا و اشتردانا جایی را نمیگیره و خوب است که کمک های خود به کشورهایی که باعث تخریب و عملات تخریبی و کشتار مردم در دیگر کشورها میشه کمک های خود بر از اونا قطع بکنن تا اونا مجبور شوند که دوست از چنین عملات بردارن. واشنگتن هم حمله دیروز در هرات را نکوهش کرده و از تکرار چنین حمله ها نگران است. ما باور داریم این حمله ها مانع پیشرفت افغانستان نخواهد شد، بل این کشور به پیش می رود. امریکا نهادهای امنیتی افغانستان را برای پیشگیری و پاسخگویی در برابر چنین حمله ها همکاری می کند. 4 مهاجم مسلح بامداد دیروز بر کنسولگری هند در هرات حمله کردند و ساعت ها با نیروهای امنیتی افغانستان درگیر شدند. وزارت داخله تاکید دارد در این حمله تنها 4 پلیس زخم برداشته و به هیچ دیپلمات هندی و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. اداره استخبارات مرکزی آمریکا تماس های تلفنی را در افغانستان ثبت و شنود می کند. یافته های ویکیلیکس نشان می دهد که این اداره برای مدت درازی تمام تماس های داخلی و خارجی را در افغانستان بررسی و پس از آن ثبت می کرده است. اما آگاهان در کابل می گویند این کار استخبارات واشنگتن نقض آشکار قانون اساسی کشور است. وزارت مخابرات این خبر را نه رد می کند و نه هم تایید. بر بنیاد تازه ترین یافته های ویکیلیکس این گفتگوهای تلفنی ایکس نامگذاری شده است. گفتگوهایی که برای مدت دراز و بدور از چشم رسانه ها ثبت و شنود می شود. این کار سازمان سیایی اما برای محافظت از جان نیروهای آمریکایی در افغانستان از دید رسانه ها پنهان نگه داشته شده بود. در گزارش ویکیلیکس آمده است: تمام مکالمات تلفنی که به داخل افغانستان و یا به کشورهای دیگر از داخل افغانستان صورت می‌گیرد از سوی اداره استخبارات مرکزی آمریکا بررسی می‌شود. با باور آگاهان این کار نقض قانون اساسی کشور است و حکومت باید جلوی این کار استخبارات آمریکا را بگیرد. وقتی نقض صریح قانون اساسی افغانستان است، آشکار است که در حقیقت نقض منافع ملی افغانستان است. هر گونه تجاوز از نظر کلی به حقوق شهروندی افغانستان میتونه نقض منافع ملی افغانستان باشه. البته این بهانه ها که ایر پنهانکاری کردن به خاطر که حملات بالای جان سربازای خارجی و اتباع خارجی در افغانستان صورت نگیره، ما ایر معجزه نمیدونم. وزارت مخابرات اما میگوید امکان دارد تماس های تلفنی شهروندان افغانستان از سوی استخبارات آمریکا شنیده شده باشد، اما هیچ ثبوتی در این باره در دست ندارند. که چهره په دو برخه کې مونږ د ثبوت پیدا کو چې ګواکې د امریکا د استخبارات او اداره د افغانانو تلفنی مکالمه اوري یا د افغان مقامات تلفنی مکالمه اوري، پوغو وخت کې به د مخابرات او معلومات ټکنالوژي وزارت جدي خبرګون خي او مونږ به د ملي امنیت له شورا څخه غواړو چې د دواړو هیوادونو په ډیپلوماټیکو اړیکو له سره غور وکړي. سه ماه پیش نیز امریکا بیش از 22 میلیون تماس های تلفنی شهروندان افغانستان را شنیده بود. در این گزارش نیز گفته شده است که امریکا افزون بر افغانستان تماس های تلفنی کشورهای مکزیکو، کنیا و فیلیپین را نیز بررسی می‌کرده است. عربستان سعودی 500 هزار دلار به سیلاب زدگان افغانستان کمک میکند. سفیر این کشور در کابل امروز تفاهم‌نامه‌ای را با جمعیت هلال احمر افغانستان امضا کرد. قیام نوری با جزئیات این خبر. هنوز هم مرهم گذاشتن به زخم های سیلاب زدگان کشور ادامه دارد. در تازه ترین موج سفارت عربستان سعودی در کابل دست کم 500 هزار دلار آمریکایی را به این سیلاب زدگان کمک میکند. در 3 هفته گذشته تقریبا معادل 1.5 میلیون دلار آمریکایی را برای 20 هزار خانواده مستحق سیلاب زده افغانستان که در مناطق جنوبی، شرقی و مرکزی افغانستان آسیب دیده بودند کمک کردند. این کمک ها شامل خیمه ها، دستشویی های سیار، مواد غذایی و شماره از کمک های فوری دیگر است. این کمک ها از سوی جمعیت هلال احمر افغانستان و کمیته همکاری عربستان برای مردم افغانستان توزیع می شود. همین دو نهاد از جریان این کمک ها نظارت می کنند تا کمک ها به زیان دیده های سیلاب ها برسد. چون این کمک ها در آینده نیز ادامه خواهد داشت، سفیر عربستان در کابل می گوید. چون این کمک های بشردوستانه عربستان در آینده نیز ادامه خواهد داشت. ما هر کاری را که به خیر و صلاح برادران مسلمان در افغانستان باشد انجام می دهیم. این کشور پارسال دست کم 500 هزار دلار آمریکایی را به 10 هزار خانواده نادار در هرات کمک کرد.
4 تن از اعضای تیم ملی فوتبال کشور در یک رویداد ترافیکی زخم برداشتند. این بازیکنان با یک موتر مسافربری از مسابقه امروزشان در برابر لاوس به اقامتگاهشان در مالدیو برمیگشتند که دچار حادثه ترافیکی شدند. در این رویداد اسلام الدین امیری، مصطفی آزادزوی، فیصل سخیزاد و آرش عاطفی زخمی شدند. از این میان وضعیت صحی مصطفی آزادزوی هنوز هم نگران کننده است. ساعتشان خوب است، تعدیاب هستند، امید است که انشاءالله اول اینا تعدیاب باشند، ساعتشان مکمل بعدم دانشگاه را در مسابقه حضور داشته باشند. فقط از مصطفی آزادزوی تا حالون چیزی مختلف می دانیم، وار اسلام جان فیصل زفیزاده و آرش عاطفی می دانند فوتبال دارند. پس از به تعلیق در آمدن بانک های افغانستان از سوی چین، امروز طرح قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم به مجلس نمایندگان فرستاده شد. شماری از نمایندگان مجلس خواستار تصویب هرچه زودتر این قانون هستند و روابط بازرگانی افغانستان با جهان را وابسته به همین قانون می دانند. تمیم شهیر با این گزارش. تصویب قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم را جامعه جهانی برای ادامه کمک‌هایشان در نشست توکیو پیش شرط گذاشتند. اما تا هنوز با گذشت سالها این قانون تصویب نشده است. تحریم‌های تازه چین بر بانک‌های کشور دولت مردان را واداشت تا برای تصویب این قانون برآیند. خداش پدغنه کلونه که امروز این قانون به مجلس نمایندگان رسید. حالا هم حکومت و هم مجلس نمایندگان در تصویب این قانون تاکید دارند. نظر به شرایطی که ما داریم، طرح قانون جلوگیری از تمویل تروریسم به داخل 5 فصل و 23 ماده به اساس مصوبه شماره 6 مورخ 15 ثور 1393 شورای محترم وزیران تایید گردیده است که جهت تصویب حضور شما نمایندگان ملت عزیز ارائه شد. برخی نمایندگان میخواهند که به گونه فوق‌العاده این قانون در اجندا گرفته شود، زیرا روابط بازرگانی کشور با جهان وابسته به همین قانون است. امروز بانک های چین که یک بخش اعظم کاروبار تجارتی افغانستان با اونا هست، دیگه اسعاری که از افغانستان به اونجا بانک منتقل میشه قبول نمیکنه. به این دلیل به کارت سر خواستم بگویم جناب محترم رئیس هب که این قانون نه تنها و ای که مثل قوانین دیگه باید تای مرایل نشه، به شکل فوق‌العاده و عاجل جز شامل اجندای کمیسیون های کاری و شورای ملی جلسه عمومیش باشه. اتحادیه بانکداران افغانستان درباره تصویب نشدن این قانون نگران است و میگوید که ادامه این کار صنعت بانکداری و بازرگانی را در کشور به رکود مواجه ساخته و نیز بانکداری کشور را مافیایی میسازد. اگر این روابط بانکی همه قطع شود، چه رقم خواهد تانستیم برای وارداتی که به افغانستان میشه؟ پول کشوری که مال به افغانستان صادر میکنه چطور بپردازیم؟ از کدام طریق؟ این باید از طریق بانک شود، دیگه متدی برایش وجود نداره. ما امیدوار هستیم که حالت همگانی نشه. در غیر از اون نه تنها بانک ها صدر میرن، بلکه سیستم تجارت کشور به رکود و به مشکل مواجه میشه. پیش از این کمرس بانک جرمنی بنابر همین مشکل روابط خدمات بانکیش را با شماره از بانک های کشور قطع کرد و اگر قانون منع تطهیر پول و جلوگیری از تمویل تروریسم تا 22 جون تصویب نشود، افغانستان در فهرست سیاه صندوق وجهی پول قرار خواهد گرفت. قرار است در آینده نزدیک تفاهم نامه تجارتی و ترانزیتی افغانستان، تاجیکستان و پاکستان امضا شود. وزارت تجارت و صنایع میگوید با امضای این تفاهم نامه روابط بازرگانی میان این سه کشور افزایش مییابد و نیز بر بنیاد آن یک نمایندگی بانک افغانستان برای سهولت بازرگانان در شهر دوشنبه ایجاد خواهد شد. صدها تن از باشندگان هرات در یک گردهمایی خواهان بیرون شدن کنسولگری هند از میان منازل مسکونی شدند. معترضان تاکید می کنند که هیچ دفتر سیاسی و کنسولگری در ساحات مسکونی باید قرار نداشته باشد. آنان هشدار می دهند تا زمانی که کنسولگری هند از این ساحه برداشته نشود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. این اعتراض ها در حالی صورت می گیرد که روز گذشته مهاجمان مسلح به یک منزل مسکونی در نزدیکی کنسولگری هند سنگر گرفته و به این نمایندگی حمله کردند.
و روسیه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اوکراین احترام می‌گذارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک نشست خبری اعلام کرد که روسیه به رأی مردم اوکراین احترام می‌گذارد و نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را به رسمیت خواهد شناخت. در همین حال وی تاکید کرده است که روسیه خواستار روابط نیک با اوکراین و کشورهای غربی است. از همراهیتان با این مجمع خبری سپاسگزاریم. شب خوش داشته باشید.